صحبت کردن در مورد پایان سریالی، اونم وقتی که دو قسمت مونده، عجیب به نظر میاد. ولی اگر فیلم های آیدا پناهنده رو با ذره‌بین بررسی کنید، متوجه یه جور پترن مشترک میشید. از جنبه کاراکترشناسی، خانم پناهنده علاقه دارن مردهای سنتی عشق عاشقی رو بشکنن. تو فیلم ناهید کاراکتر اصلی از نظر سنت دیگه در جایگاهی نبوده که بخواد ازدواج کنه. اون مطلقه بوده، یه پسر نوجوان داشته و بعد از طلاقش هم جدای از خانوادش زندگی میکرده. به این موارد شهرستان کوچیک رو هم اضافه کنید تا متوجه تکون خوردن مرزها در این فیلم بشید. خلاصه اینکه ناهید خودش رو موجودی ارزشمند میدونه، بنابراین از آرزوهاش کوتاه نمیاد. از این لحاظ اون شباهت زیادی به ثریا داره که آرزوهای بزرگ میکنه و سعی کرده بعد از طلاق وارد رابطه بشه. تنها تفاوت این دو کاراکتر اعتماد به نفسه که ثریا فاقد اونه. ثریا برای اثبات خودش به بهنام از نقاط منفی ماهی استفاده میکنه. اون به بهنام این اطمینان رو میده که جز زنایی نیست که حامله بشه و مرد رو مجبور کنه که باهاش ازدواج کنه. مدل این زنایی که آویزون مردا میشن؟ یهو حامله میشن که طرف و تو حمله انجام شده قرار بدن؟ ناهید همچنین از لحاظ جسارت شبیه ماهرخه. یکی دیگه از مشخصات ناهید دروغگوییشه، خصوصیتی که اعصاب مخاطب رو خط خطی میکنه. چرا راستش رو نگفتی دیروز کجا رفتی؟ چرا همه چیز رو قایم میکنی ناهید؟ عزیزم چرا انقدر دروغ میگی؟ برای مخاطبی که به فرشتهایی همچون شهرزاد و خاتون عادت داره، ناهید یه سم خالصه. سمی که در ثریا و ماهرخ هم دیده میشه. در فیلم تیتی این به کاراکتر پارسا پیروزفر منتقل شده. مردی که حواس پرته و براش کاغذاش مهمتر از انسان هاست. و در فیلم اسرافیل این موضوع به کاراکتر ماهی منتقل شده با بازی هدیه تهرانی که نقش زن پسر مردهی رو بازی میکنه که داشت به مرز جنون میرسید. تو این فیلم البته داستان به دو نیم تقسیم شده و نیمه دوم داستان روایتگر دختری به اسم ساراست. دختری که سعی داره با ازدواج از خونه پدریش فرار کنه تا از شر مشکلاتی مثل مادر بیمار و برادر بیمسئولیتش خلاص بشه. سارا همچنین یادآور جفت کاراکترهای داخل سریال در انتهای شبه که با ازدواج سعی کرده بودن وارد فازی تازه از زندگیشون بشن. ماهرخ و ثریا و هر دو با ازدواج با بهنام. غیر از نشون دادن بچه سیاه کاراکترهای اصلی، خانم پناهنده علاقه داره که کاراکتراشو بین آینده و گذشته سردرگم نگه داره. در فیلم اسرافیل کاراکتر مرد با بازی پژمان بازقی بین گذشتهش و عشقش به ماهی و آینده و علاقش به سارا گیر کرده بوده. در فیلم تیتی کاراکتر اصلی سریال بین گذشتهش به عنوان یک فیزیکدان و آیندهش با تیتی و حمایت اون درگیر بوده. در فیلم ناهید کاراکتر ساره بیاد بین پسرش و مجرد موندن که توسط شوهر قبلیش و خانوادش بهش تحمیل میکردن و ازدواج با مرد مورد علاقهش سردرگم بوده. و حالا در سریال در انتهای شب کاراکتر ماهرخ بین برگشتن به بهنام و گذشتن از اون مونده. حتی ثریا هم گیر کرده. گول نخورید که به بهنام میگه من قراره با شوهرم برم بیرون. اون این کارو کرد که وجهش رو پیش بهنام حفظ کنه. در اصل دروغ گفته. امیرم خوبه، زنگ میزنه حال احوال میکنه. فردا پس فردام ستایی میخوایم بریم جاده چالوس. و حالا میرسیم به نتیجه گیری از این سردرگمی ها. تو تمامی این خط داستان ها کاراکتر اصلی آینده رو انتخاب میکنه. آینده ای که من مخاطب میدونم که ممکنه مثل کارتون سیندرلا عاقبت به خیری نداشته باشه، ولی حمایتش میکنم. در فیلم ناهید زن در خونه برادرش زندانی شده و بعد از یه تنبیه طولانی تازه به پسرش رسیده، ولی باز بر میگرده پیش معشوقش. به سجدی بگو دوباره پیگیری کنم، میخوام ببینم من بدترم یا احمد. در فیلم اسرافیل مرد سارا رو انتخاب میکنه و با وجود اینکه به ماهی علاقه داره و ازش حمایت میکرده، اونو ترک میکنه. من که فکر میکنم خوشحالم. نمیدونم.
من مخاطب دقیقا میدونم که این امکان وجود نداره که اون ماهی رو فراموش کنه، ولی حداقل مرد قدمی به جلو برداشته. کاراکتر دانشمند در فیلم تیتی هم تیتی رو انتخاب میکنه و مشکلات رو به جون میخره. اگر این خط داستانی باز هم تکرار بشه، به این معناست که ماهرخ و بهنام پیش هم بر نخواهند گشت. عشقشون به عنوان یک خاطر باقی خواهد موند، دقیقا همونطور که ماهی نتونست به رضا برگرده و این داستان براش تموم شده بود. کلید اینم پر بزن خدا بس. در این میان اما ضرری که به پسرشون وارد میشه برای من مخاطب آزاردهنده خواهد بود. احتمالا حتی بهنام ثریا رو هم انتخاب نکنه و پرونده این سیغه برای همیشه بسته بمونه. در پایان خوبی کارای خانم پناهنده اینه که وقتی سریال یا فیلمش تموم میشه، تازه تو ذهن شمای مخاطب داستان شروع شده. با این توصیفات پس باید منتظر یه پایان طوفانی باشیم.